سلام بر شما خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه با شما خواهم بود با گزارشی از احتمال تغییر در کابینه حسن روحانی و برخی استانداری های ایران. از واکنش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به خبر سوزاندن اسناد مکاتباتش توسط مدیر موزه رضا عباسی خواهم گفت نگاهی داریم به نشست کمپ دیوید و با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود که نگاهی دارد به آخرین تحولات این کشور و منطقه با ما همراه باشید رسانه های ایران از تغییرات احتمالی در استانداری های ایران و کابینه حسن روحانی خبر میدهند. گفته می شود که دولت یازدهم تصمیم دارد مدیرانی را به کار گمارد که عملکردشان هماهنگ با شعارها و برنامه های وعده داده شده روحانی باشد در همین رابطه سایت ندای ایرانیان به نقل از منابع مطلع در وزارت کشور خبر از تغییر وزیر کشور داده است خبرگزاری ایلنا در گزارشی که روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه منتشر کرده از تغییرات احتمالی در استانداری های ایران خبر داده و به بررسی امکان تغییر استانداران سه استان بزرگ خوزستان، اصفهان و فارس پرداخته است. ایلنا به گفته های حسام دین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران اشاره کرده که هفته گذشته از ضرورت ترمیم کابینه و از ازل برخی استانداران خبر داده بود. آقای آشنا گفته بود که دولت حسن روحانی در بعضی سفرهای استانی متوجه شده برخی استانداران نتوانستند به وظیفه خود به درستی عمل کنند و به زودی جای خود را به افراد شایسته تر میدهند. گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره می کند به اینکه روحانی تا اردیبهشت 94 به 14 استان به عنوان رئیس جمهور سفر کرده است. ایلنا نامی نویسد که شایعه ازل عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان همواره مطرح بوده و تغییر این استاندار درخواست بخشی از فعالان سیاسی استان است. به نوشته ایلنا هم اصلاح طلبان و هم فعالان سیاسی و فرهنگی عرب به عملکرد این استاندار که در ابتدا به عنوان سیاستمداری اصلاح طلب به احواز رفته بوده انتقاد دارند. همچنین به گفته یکی از فعالان سیاسی استان خوزستان برخی تصمیم گیری های استاندار خوزستان موجب بروز اختلاف میان او و برخی از وزرای کابینه روحانی چون وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت بوده است. گزارش ایلنا همچنین از رسول زرگرپور استاندار اصفهان به عنوان استانداری نام میبرد که در ابتدای کار روی خوشی به نیروهای اصلاح طلب نشان نداد و جمعی از مدیران دولت احمدی نژاد را در مقامشان ابقا کرد و بدین سبب باعث اعتراض فعالان سیاسی استان اصفهان شد مهدی مقدری سخنگوی شورای راهبردی انتخابات اصلاح طلبان استان اصفهان اشاره کرده است به اینکه همه استانداران کشور اصلاح طلب نبودند او به ایلنا گفته است که تمامی افراد ستاد روحانی را اصلاح طلبان تشکیل میدادند اما این سهم در انتصابات استان رایت نشد آقای مقدری درباره استاندار اصفهان گفته است مردم اصفهان به دلیل مسائل عمرانی از استاندار اصفهان رضایت دارند و این استاندار در ضمن اجازه فعالیت به تندروها را نداده وزیر فشار دلواپسان اصفهان یا همان منتقدان به دولت روحانی به خصوص در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران نیز قرار داشته است با این وجود در بدنه سیاسی استان در برابر مواضع ایشان دوگانگی وجود دارد آقای مقدری همچنین اشاره کرده اخیرا تغییراتی در این استان صورت گرفته که به نظر میرسد نتیجه انتقاد از انتصابات قبلی باشد خبرگزاری ایلنا می نویسد قرار است محمد احمدی استاندار فارس نیز دست به تغییراتی در سطح استانداری و مدیران این استان بزند مسعود رهبری از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان فارس به خبرگزاری ایلنا گفته است پس از حادثه حمله به علی متحری نماینده مجلس در شیراز رئیس جمهور به استان فارس سفر کرد و اخبار مرتبط به تغییرات در استانداری فارس از آن هنگام به گوش می رسد. محمود موسوی مشاور عالی استاندار فارس از احتمال برکناری 25 مدیر کل کلیدی در جهت تقویت دولت خبر داده است و همچنین گفته است که مدیرانی نیز بودند که خود تشخیص دادند باید از کار کنار گیری کنند آقای موسوی افزوده مدیرانی که هنوز پس از گذشت 20 ماه از تشکیل دولت جدید نتوانستند با این دولت همراهی کنند نباید اصراری بر ماندن داشته باشند همچنین مسعود رهبری از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان فارس ضمن مثبت برشمردن عملکرد استاندار فارس در زمینه توسعه اقتصادی گفته با توجه به آنچه در استان فارس اتفاق افتاده استانداری فارس موفق نبود است اشاره او به حمله به علی متحری توسط لباس شخصی ها در این شهر است روز نیز سایت ندای ایرانیان از تغییری احتمالی در کابینه حسن روحانی خبر داده است به نوشته این وبسایت خبری تحلیلی منابع مطلع در وزارت کشور گفتند حجت الاسلام مجید انصاری قرار است به عنوان وزیر کشور دولت روحانی معرفی شود از مجید انصاری که معاون پارلمانی رئیس جمهور دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز و عضو مجمع تشخیص مسلحت است به عنوان سیاستمدار اصلاح طلب یاد می شود. ندای ایرانیان می در صورت معرفی مجید انصاری به عنوان وزیر کشور دولت روحانی عبدالرزا رحمانی فضلی که همکنون این مقام را عهدهدار است به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور مشغول به کار خواهد شد روشن نیست که این جابجایی به, به چه دلیل صورت می گرد. رحمانی فضلی در رابطه با حمله به علی متحری در شیراز وعده برخورد قاطع با عاملان حمله را داده بود اما حمله کنندگان به متحری با قرارهای وسیقه و کفالت آزاد شد. فراه فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران به خبر سوزاندن اسناد مکاتباتش با موزه رضا عباسی در تهران واکنش نشان داد. همسر پادشاه فقید ایران در گفتگو با وبسایت کیهان لندن ضمن ابراز تعجب از سوزاندن اسناد تاریخی توسط رئیس یک موزه، آن را نشانه ای از تلاش مقامهای رژیم ایران برای پنهان کردن تاریخ واقعی ایران دانست. فراه پهلوی شهبانوی پیشین ایران به خبر سوزاندن اسناد مکاتباتش با موزه رضا عباسی در تهران واکنش نشان داده است همسر پادشاه فقید ایران در گفتگو با وبسایت کیهان لندن ضمن ابراز تعجب از سوزاندن اسناد تاریخی توسط رئیس یک موزه گفته است این اسناد مربوط به آثار و اسنادی است که برای موزه رضا عباسی و مجموعه آبگینه خریداری شده است او سوزاندن اسناد را نشانه ای از تلاش مق قومهای رژیم ایران برای پنهان کردن تاریخ واقعی ایران دانسته است. شاهبانوی پیشین ایران میگوید از بین بردن این اسناد شواهد مالکیت آثار را از بین خواهد برد. خبرگزاری مهر در گزارش اختصاصی نوشته است مسئولان موزه رضا عباسی اسناد و مکاتبات دوره حکومت پهلوی را به دلیل کمبود فضا سوزاندند. گزارش این خبرگزاری همراه با تصاویری است که نشان میدهد این اسناد مربوط به مکاتبات دفتر ملکه سابق ایران بوده است. یکی از این اسناد نامی است که خطاب به هوشنگ نهاوندی رئیس سابق دانشگاه تهران نوشته شده که اواخر حکومت پهلوی ریاست دفتر ملکه را بر عهده داشت. خبرگزاری مهر می نویست این تصاویر را یکی از کارکنان موزه رضا عباسی در اختیار این خبرگزاری قرار داده و ادعا کرده که مدیریت موزه دستور سوزاندن این اسناد را بی سر و صدا صادر کرده است. وی همچنین درباره دلیل این اقدام مسئولان موزه رضا عباسی گفته شاید به این علت که فضای کافی در اختیار نداشتند تصاویر منتشر شده در این خبرگزاری اسناد و عکس های نیمه سوخته ای را نشان میداد که در کارتون های کنار خیابان گذاشته شده است اما با این حال مسئولان موزه رضا عباسی گفتند از سوزاندن این اسناد هیچ اطلاعی ندارند شهرام هیدر آبادیان مدیر این موزه در گفتگو با خبرگزاری میراس فرهنگی احتمال این را مطرح کرده که تصاویر منتشر شده در خبرگزاری مهر مربوط به جایی غیر از موزه رضا عباسی باشد به گفته است این تصاویر میتواند متعلق به مکانهای دیگر باشد حتی احتمال میرود که خانه های اطراف و همسایگان موزه رضا عباسی این اسناد را آتش زده و در سطل زباله ریختند اما قطع به یقین این تصاویر منتشر شده یک برگ از اموال موزه رضا عباسی نیست. آقای حیدر آبادیان در نهایت گفته است من 17 سال سابقه باستانشناسی دارم من نزدیک به پنج سال است که در موزه رضا عباسی فعالیت می کنم. چنین اقدامی دور از عقل و منطق است. موزه رضا عباسی که در خیابان شریعتی تهران واقع است، نام خود را از یکی از نقاشان دوره صفوی گرفته است. در این موزه آثار هنری از دوران پیش از ورود اسلام و ایران تا قرن 13 هجری نگهداری می شود. نشست کمپ دوید به میزبانی آمریکا و نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روزهای پایانی هفته گذشته برگزار شد پیش از آن باراک اوباما با, با ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد و در گفتگو با شرق الاوسط بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند و گفت نگرانی های کشورهای منطقه را از فعالیت های بگفته او خطرناک ایران درک می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید بار دیگر ایران را حامی تروریسم خواند و گفت واشنگتن از تمام ابزارهای خود برای حمایت از منافع و متحدان خود استفاده می کند. آقای اوباما در گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط پایبندی کشورش را به امنیت کشورهای خلیج فارس اعلام کرد و گفت همچنان توافق هسته ای را بهترین گزینه برای امنیت منطقه میداند و همچنین تأکید کرد کشورهای منطقه در نگرانیهای خود نسبت به حمایت های تهران از تروریسم حق دارند به تصریح کرد هیچ تردیدی درباره پایبندی آمریکا نسبت به امنیت منطقه و شرکایمان در کشورهای همکاری خلیج فارس وجود ندارد رئیس جمهوری آمریکا درباره اجلاس خود با رهبران کشورهای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید که قرار است امروز صورت بگیرد گفت دیدار ما فرصتی است برای تاکید بر این مورد که کشورهایمان همکاری نزدیکی برای مقابله با عملکردهای آشوبزای ایران در منطقه خاورمیانه دارند آیا اوباما ما همچنین افزود روشن است که ایران در کشورهای مختلف منطقه درگیر رفتارهای خطرناک و ثبات است، ایران یک حامی دولتی تروریسم است این کشور به تقویت رژیم اسد در سوریه کمک می کند از حزب الله در لبنان و حماس در غزه هم حمایت می کند این کشور به حوسی ها در یمن کمک می کند بنابراین کشورهای منطقه به درستی از فعالیت های ایران عمیقا نگران هستند رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت حتی با وجود آنکه ما توافق هسته ای با ایران را پیگیری می کنیم اما ایالات متحده نسبت به رفتارهای بی‌پروای ایران هوشیار خواهد مان. رئیس جمهوری آمریکا درباره پرونده سوریه و آینده اسد نیز گفت اسد از مدتی پیش مشروعیت خود را از دست داده و لازم است که انتقال سیاسی در این کشور صورت گیرد آقای اوباما همچنین درباره عراق بر شکست گروه داعش تاکید کرد اما در عین حال گفت مشکل در عراق علاوه بر راه حل نظامی سیاسی نیز هست در تحول دیگر آقای اوباما دیروز با ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید دیدار کرد وی در این دیدار با ستایش از روابط دو کشور گفت ما تلاش میکنیم به چنین رابطه ای در زمانی بسیار چالش برانگیز ادامه دهیم ولیعهد عربستان سعودی هم در دیدار با آقای اوباما گفت کشورش اهمیت ویژه‌ای برای روابط استراتژیک خود با آمریکا قائل است خبرگزاری آسوشیتدپرس میگوید آمریکا در نشست کمپ دوید به احتمال قوی پیشنهاد کمک های نظامی بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس را ارائه خواهد کرد. آمریکا همچنین به این کشورها پیشنهاد برگزاری مانورهای نظامی مشترک را خواهد داد. ابراز نگرانی ها درباره رفتار ایران در حالی ابراز شده است که روز گذشته جمهوری چک در پی مشکوک شدن به اسناد نادرست یک معامله تجاری از فروش و انتقال یک محموله بزرگ فناوری حساس قابل استفاده برای غنیسازی هسته ای به ایران جلوگیری کرده است بنابر گزارش رویترز ایران با عقد قراردادی به ارزش 61 میلیون دلار در دیماه گذشته تلاش کرد تا کمپروسورهایی را با کاربرد دوگانه در در هستی و غیر هستی از یک شرکت آمریکایی مستقر در جمهوری چک خریداری کند. خریدار و نیز شرکت حمل و نقل کالا تلاش داشتند تا انگیزه خرید و مقصد نهایی محموله را پنهان کنند که این امر موجب بررسی دقیقتر این معامله از سوی کارشناسان در جمهوری چک شد. رویترز در گزارشی می نویسد این حادثه می تواند به نگرانی های کشورهای غربی در اعتماد به ایران در جریان مذاکرات هسته ای که در وین در جریان است دامن بزند. هفته گذشته دولت یمن هشدار داد اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود که با اسکورت نظامی راهی یمن شده است را ندهد مسئولیت کامل هر گونه حادثه ای که با ورود این کشتی ها به آبهای یمن رخ بدهد بر عهده ایران خواهد بود. نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود که با اسکورت نظامی راهی یمن شده است را ندهد مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتیها به آبهای یمن رخ بدهد بر عهده ایران خواهد بود به گزارش خبرگزاری رویترز هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت دولت یمن و نیروهای اطلاف با ورود محموله های امدادی به یمن مخالفتی ندارند تا زمانی که اجازه های لازم از دولت قانونی یمن کسب شده باشد و این محموله ها پیش از ورود بازرسی شوند این هشدار دولت عبد رب منصور رئیس جمهوری یمن که به خاطر حملات شیعیان حوسی مورد حمایت ایران ناچار به خروج از یمن شده است در حالی بیان می شود که روز گذشته مرزیه افغان سخنگوی وزارت خارجی ایران اعلام کرد کشورش به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمکهای های بشر خود را نخواهد داد. عربستان سعودی و اعتلاف منطقهی زن آن دارند که جمهوری اسلامی ایران در قالب ارسال کمکهای بشردوستانه بشر دوستانه ممکن است به نیروهای شیعه حوسی سلاح نیز برساند. کشتی ایران شاهد که ایران میگوید حامل کمک های بشر دوستانه است در حالی روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد که سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده بود اعضام این کشتی را از قبل به هلال احمر عربستان سعودی اطلاع داده است کشتی ایران شاهد را در این سفر دریایی ناوهای جنگی ایرانی همراهی می کنند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا از پرواز چند فروند هواپیمای جنگی و یک بالگرد ناشناس بر فراز این کشتی در روز سهشنبه خبر داده است به گزارش خبرگزاری رویترز غلام علی خوشروز سفیر ایران در سازمان ملل مراتب اعتراض تهران به جلوگیری از ارسال کمک های بشر دوستانه به یمن را با ارسال نامهای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است. آقای خوشرود در این نامه نوشته است جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا به هر نحو ممکن جهت کاهش درد و رنج مردم صدم دیده یمن اقدام کند اما این تلاش ها عمدتا با ممانعت های نیروهای ائتلاف روبرو شده است بنابر نوشته نماینده ایران در سازمان ملل تخریب ساخت های حمل و نقل یمن توسط نیروهای ائتلاف نیز انتقال کمک های بشر دوستانه را با دشواری روبرو کرده است بحران یمن که با مداخله جمال بن عمر نماینده سابق دبیرکل سازمان ملل در یمن در مسیر یک توافق تاریخی بین حوسی ها و دولت منتخب یمن قرار داشت با مداخله جمهوری اسلامی و اعزام مربیان و مسئولان سپاه قدس به این کشور به یک جنگ تمام ایار تبدیل شد که سرانجام با کنش سعودی ها و شروع عملیات طوفان قاطع را به همراه داشت هفته گذشته حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی ایران از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد. چندی پیش شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را دو درصد کاهش داد. حمید تهران معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به سپردهگذاران از پرهیز در گذاری در تشکلهای پولی غیرمجاز از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد آقای تهرانفر گفته است ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد لذا همسویی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است به گفته ای آقای تهران فر با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم 34 ممیز 7 درصد در سال 1392 به 15 ممیز 6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخصهای رشد اقتصادی منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این روی کرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 20. درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت. سخنان این مقام بانک مرکزی در حالی ابراز شده است که برخی از مؤسسات مالی در اعتراض به اقدام بانک مرکزی با افزایش سود سپرده گذاری توجه سرمایه گذاران را جلب کردند. این مؤسسات مالی مورد حمایت جناهای تندرو و اصولگرایان سنتی ایران هستند. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سود اعلام شده ی اخیر تا چه میزان اجرایی خواهد بود و بانک ها و مؤسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن میدانند گفت نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 لازم اجرا شده است آقای تهرانفر گفته است از آنجا که بانک ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار خود هماهنگیهای های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی داشتند و در این رابطه با هم توافق نموده انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانک ها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است بیشتر باشد که اینگونه نیز است. آقای تهران فر همچنین گفته است تعدادی از تشکلهای اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب می که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است توصیه اکید دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل مؤسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند تودی نکنند و برای سرمایه گذاری اندوخته های خودشان که بعضا حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبان روزی آنان است قدری تعمل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازیها را نخورند آقای تهران فر همچنین تاکید کرده است در صورت تداوم این وضعیت بانک مرکزی سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه مؤسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکلهای های غیر مجاز بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیش برده اهداف مسئولان سیاست گذار پولی می باشد که جرم سنگی نیست و قطعاً مجازات های سنگینی را به دنبال خواهد داشت. در حالی که دو سال پیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با نابودی زرادخانه ها و سلاح های شیمیایی آن کشور موافقت کرد، رسانه ها از قول مقام های دیپلماتیک گزارش دادند، بازرسان بین المللی در سوریه مجددا شواهدی از وجود سلاح های شیمیایی در دست سه نقطه نظامی پیدا کردند. رسانه ها از قول مقام های دیپلماتیک نقل کردند که بازرسان بین المللی در سوریه مجددا شواهدی از وجود سلاح های شیمیایی در دست کم سه نقطه نظامی پیدا کردند. این گزارش تازه در حالی منتشر می شود که دو سال پیش بشار اسد با نابودی زرادخانه ها و سلاح های شیمیایی آن کشور موافقت کرد و بازرسان بین المللی با کمک و هزینه گروهی از کشورهای جهان مأموریت نظارت، انتقال و نابودی آن را آغاز کردند. رد پای سلاحایی که روزنامه نیویورک تایمز گاز سارین یک گاز اعصاب نامیده در دو نقطه در لوله های فازلاب و گلوله های توپ پیدا شده و در نقطه دیگر که یک مرکز تحقیقاتی عنوان شده نیز شواهدی بر وجود گاز رایسین ماده ای سمی و کشنده پیدا شده است. یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده این موضوع را به نیویورک تایمز گفته است. خبر مشابهی را نیز روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده است پیش از این هفته گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که بازرسان بین المللی در یک مرکز تحقیقاتی نظامی آثاری از گاز سارین و عامل اعصاب وی پیدا کردند که پیشتر به بازرسان اعلام نشده بود. رویترز گفته بود نتیجه آزمایش ها بر نمونه های برداشته شده توسط سازمان ناظر بر منع استفاده از جنگ افزار شیمیایی در ماه دسامبر و ژانویه مثبت بوده است. به گفته این مقام دیپلماتیک این شاهدی قوی بر این مده است که حکومت سوریه در مورد گاز سارین دروغ گفتند. به گفته این مقام آنها هنوز نتوانستند پاسخ قانع کننده ای در مورد یافته های تازه بدهند. گزارش اولیه ی رویترز پس از آن منتشر شده بود که رژیم سوریه متهم به استفاده از گاز کلور در بمباران مناطقی در دست شورشیان شده بود. در سال 2013 میلادی پس از انتشار شواهدی از استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه و کشته شدن صدها نفر در منطقه‌ای که کنترل آن در دست شورشیان بود ایالات متحده هشدار داد که دست به اقدام نظامی علیه حکومت سوریه می‌زند در نهایت واشنگتن و مسکو به توافقی برای خلع سلاح شیمیایی سوریه دست یافتند که با موافقت دمشق روبرو شد خطر حمله به حکومت سوریه را از میان برداشت و بازرسان بین المللی را راهی آن کشور کرد هفته گذشته علی متحری نماینده مجلس شورای اسلامی بار دیگر خواهان رسیدگی قوه قضایی به حصر میرحسین موسوی و کروبی شد و گفت نمیتوان کسی را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیاتش متهم کرد به گفته او بسیاری از اعترافات مربوط به حوادث 88 در شرایط عادی گرفته نشدند روز دوشنبه 21 اردی بهشت علی متحری نماینده اصولگرای مجلس در همایش اسلام و آزادی در دانشگاه زنجان یک بار دیگر بر غیر قانونی بودن حصر رهبران مخالفان تاکید کرد و گفت هیچ کس را نمی توانیم بدون محاکمه و بدون اینکه دفاعیات او را بشنویم متهم کنیم. او افزود بسیاری از اعترافات از عوامل دخیل در حوادث 88 در شرایط عادی گرفته نشده است پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 و اعتراض خیابانی بسیاری از چهره های مطرح نزدیک به اصلاح طلبان به زندان افتادند در مرداد ماه همان سال جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در بیانیه ای به استفاده از دارو برای در هم شکستن و اعترافگیری از بازداشت شدگان اعتراض کردند و نوشتند اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد همه خانواده ها را نگران کرده و با توجه به اینکه اعترافگیری تحت فشار و آزار و در شرایط غیرعادی از جمله استعمال داروهای خاص برای تدارک بینندگان سناریوی انقلاب مخملی واجد اهمیت فراوان است و هرگونه افشای حقیقت در این زمینه برای آنان هزینه های گذاف دارد تلاش زیادی برای مستور ماندن این اقدامات غیر انسانی در زندان ها می شود اعترافات افرادی مانند محمد علی ابتعی که زمانی رئیس دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بود و محمد اتریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی برای بسیاری این سال را به وجود آورد که آنها تحت چه شرایطی ظرف مدت کوتاهی این چنین تغییر نظر دادند؟ در آن زمان عباس کبی عضو شورای نگهبان گفت آقایان ابتهی و اتریان فر در خلوت زندان و دوری از فضای التهاب و وسوسه خناسان و با نگاهی به پیشینه سیاسی خود با شجاعت نسبت به رفتارهای اخیر خود اعتراف کرده و اظهار ندامت میکنند. علی متحری همچنین به دستگیری غیرقانونی گروهی از اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت برخی از زندانیان سیاسی همانند تاجزاده یک روز قبل از انتخابات 88 دستگیر شدند که تنها جرم آنها را میتوان حضور در ستاد فلان کاندیدا دانست آقای متحری افسوده است باید همه عوامل دخیل در حوادث 88 و علت اینکه کار در انتخابات 88 به اینجا کشید مشخص شود او افسوده باید ببینیم با اینها چه کار کردیم کسانی که هشت سال نخست وزیر و رئیس مجلس نظام بودند ولی در مسئله 88 به قانون تمکین نکردند این نماینده مجلس در سخنان خود انتقاد کرد که چرا به منتقدان اجازه حرف زدن داده نمی شود به گفت متاسفانه رویه ای در نظام جمهوری اسلامی باب شده که برخی منتقدان را در حصر قرار می دهیم و از حقوق اجتماعی محرومشان میکنیم و نمیگذاریم حرف بزنند و از خودشان دفاع کنند و اگر جرمی مرتکب شدند محاکمه شوند و اگر نه آزاد شوند علی متحری تنها نماینده مجلس و تنها چهره اصولگراست که علنی از حصر مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد میکند همین نیز او را هدف حملات تندروها قرار داده است او زمانی که در اسفند ماه گذشته برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت و سخنرانیش لغو شد. آقای متحری به محض خروج از فرودگاه شیراز و سوار شدن به تاکسی با چوب و سنگ مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید و بر اثر گاز فلفل دچار مشکلات تنفسی شد. پیش از آن و در دیماه گذشته نیز به انگام سخنرانی در مجلس درباره حصر موسوی و کروبی با حجوم نمایندگان اصولگرا مواجه شد که با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنگر به وی حمله ور شدند در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که ما را در جریان آخرین تحولات این کشور و منطقه قرار میدهد. این هفته ترکیه میزبان اجلاس وزرای خارجه ناتو بود یکی از اهداف برگزاری این اجلاس آن هم در ترکیه مسئله امنیت مرزهای جنوبی ناتو در چالش با گروه های افراطی اسلام بود در پایان این اجلاس ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو گفت که به دلیل افزایش این تهدیدات از سوی گروه های افراطی در مرزهای جنوبی ناتو یک منطقه امنیتی جدید ایجاد خواهد شد که ترکیه نقش کلیدی در این منطقه خواهد داشت در واقع ترکیه به همراه شش عضو دیگه ناتو رهبری یک نیروی واکنش سری در مرزهای جنوبی ناتو رو بر عهده خواهد داشت همچنین ناتو برای مقابله با قاچاق انسان یک رشته عملیات رو با همکاری سازمان ملل در دریای مدیترانه در دستور کار خودش قرار خواهد داد اما در نگاهی کوتاه به رویدادهای سوریه این هفته خبر مهمی جلب توجه میکرد و آن اینکه نیم میلیون گزارش و سند دولتی به همراه 400 مصاحبه مستند که گویای نقض حقوق بشر توسط رژیم اسد هستش از سوریه خارج شده که میتونه زمین ساز تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه اسد باشه آن هم به اتهام جنایت جنگی در واقع یک کمیسیون بین المللی با همکاری فعالین سوریته سه سال دست به جمع و انتقال این اسناد به خارج از سوریه زدن همزمان با باستاب این خبر رسانه های دولتی ایران هم از اون به عنوان قارت اسناد دولتی سوریه نام برن. در کنار این اتفاق خبرهایی هم در این هفته منتشر شد مبنی بر اینکه بازرسان سازمان ملل در یک مرکز تحقیقات نظامی سوریه شواهد تازه از وجود سلاح شیمیایی به دست اما در مورد یمن اعلام آتش در یمن این هفته سازمان ملل رو امیدوار کرد تا بتونه بالغ بر 3000 تن کمک‌های بشردوستانه خودش رو به دست مردم این کشور برسونه. هرچند این آتش‌بس از لحظه آغازش تا ادامه اون هرگز با ثبات نبود اما با این حال استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته با وجود نقض آتش‌بس از سوی دو طرف سازمان ملل تونسته تا حدود زیادی کمکهای خودش رو به یمن برسونه و نهایتا اینکه دورتر از میانه مقامات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید به دیدار باراک اوباما رفتن هرچند این نشست با عدم حضور برخی رهبران عرب مواجه شد اما امید نسبی به دو موضوع در این نشست شاید دلیلی بر حضور دیگر مقامات عربی شد نخست اتخاذ تدابیری برای مهار توسعه طلبی جمهوری اسلامی در خصوص برنامه هسته ای و همینطور مذاکره پیرامون ایجاد یک پیماننامه دفاعی شبیه ناتو هرچند برخی مقامات امریکایی در واقع درخواست اخیر رو رد کردن اما امریکا قول داده پشتیبانی تسلیحاتی بیشتری از کشورهای عرب منطقه داشته باشه همینطور در اجلاس کم دیوید به مسئله سوریه هم پرداخته شد و برخی گفته ها حکایت از اون داره که در واقع امریکا ممکنه با طرح منطقه پرواز در سوریه موافقت بکنه ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر که با شما خواهم بود، بدرود.